سلام، به خونه زندگی من خوش اومدید. بفرمایید. من پویا معمارزاده ام، با اسم هنری داینتانیک فعالیت میکنم. آهنگساز، تنظیم کننده، دیجی و مهندسی صدا هم که خوندم. داینتانیک ترکیب دو تا کلمه است، داینامیک و تونیک. داینامیک که یعنی پویا، یعنی با حرکت، با جنب و جوش. تونیک هم نوت اول گام در موسیقی. خب روزم رو چجوری آغاز میکنم؟ معمولا با صبحونه، ولی روتین ندارم، هیچ وقت نداشتم. یعنی چرا، دوران مدرسه داشتم و هر روز صبح زود بیدار میشدم و این داستانه، میرفتم مدرسه، میومدم شب یه ساعتی میخوابیدم، ولی دیگه روتین چند وقته که ندارم به خاطر کارم. بعضی روزا مثلا ساعت 12 ظهر بیدار میشم، بعضی وقتا ساعت 8 صبح بیدار میشم. اگه کار داشته باشم معمولا اول هفته و وسط هفته سعی میکنم زودتر بیدار شم، ولی آخر هفته چون کارم شبه یا شبا کار میکنم یا ذره دیرتر بیدار میشم. بفهم. زندگی شب و روز جفتشو خیلی دوست دارم. بستگی داره، بعضی وقتا بعضی کارا رو باید تو روز انجام داد، بعضی کارا هم خب مخصوص شبه. من به گلوگیا خیلی علاقه ندارم. اونم شما گفتیم بیا بشین اینجا، نشستم دیگه. اینجا رو بابا مامان درست کردن. بعد بعضی وقتا هم میرن مسافرت، هی به من میگن بیا گلا رو آب بده. 40-50 تا گلدون، خیلی سخت آب دادنش. بچه که بودم موزیک ویدیو میدیدم، اونایی که توش گیتار داشت، اکسایتد میشدم، راکت بدمینتونم برمیداشتم برعکس میگرفتم، منم باشون میزدم. از اون موقع موزیسین شدم. چی بیشتر از همه خوشحالم میکنه؟ منو دوتا چیز خیلی خوشحال میکنه. دومیش پوله. پلی کردن موزیک برای تعداد زیادی آدم، هر چقدر هم تعداد بیشتر میشه بیشتر حال میده. مثلا 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر، بعد مثلا بهشون میگه حالا دستا بیاد بالا، یهوی کل سالن میره بالا، آدرنالین ترشح میکنه. پول خیلی خوشحالم میکنه، پول در آوردن. این اولین ساز زندگیم بود. 8 سالم بود، عموم اینو به من داد. اول نشست یکی دو تا آهنگ بهم یاد داد، دید استعدادم بد نیست، بعد اینو بهم داد. البته خیلی دوستش نداشتم، خیلی گیتار دوست داشتم. بعد هی اصرار کردم به پدرم که گیتار بگیر، گیتار بگیر، گیتار بگیر. از اون 8 سالگی آخر 15-16 سالم بود، برام یه دونه گرفت و دیگه غرق موسیقی شدم. زندگیمو همین جوری که هست خیلی دوست دارم، اما همیشه دوست دارم بهتر بشه همه چیز. برم سوپرمارکت یه خرید بکنم بیام. اینجا استودیو شخصی منه، اینم دیوار اساطیر یا اساتیده. عکس کسایی که خیلی دوستشون داشتم و با موزیکاشون زندگی کردم و زدم به این دیوار. هر وقت رد میشم یا میبینمشون موتیویت میشم که منم سعی کنم، تلاش کنم، شاید به اینا برسم. شاید یه روزی یکی عکس منو بزنه تو استودیوش روی دیوارش. ببین توی دیجی ها بخوایم حساب بکنیم، مثلا دیوید گوتا رو توی ایناد از همه شاید بیشتر دوست دارم، چون هم تجاری و کامرشال کار میکنه، با خواننده های خیلی مختلفی کار کرده، هم کار آندرگراوندش رو میکنه به یه اسم دیگه، به اسم جک بک. فکر میکنم تقریبا از 20 سالگی شروع کردم از توی کارهای موزیکی پول در آوردن، یعنی هلوش 14-15 سال. ولی خب من قبل از این که بخوام دیجی باشم یه موزیسینم، یه میوزیک پرودوسر، نوازنده. شاید این بچه تمایزم باشه با بقیه دیجی ها. قبلا کار تنظیم خیلی انجام میدادم برای خواننده های دیگه، ولی الان خب چندین ساله که بیشتر فوکسم رو گذاشتم رو کارهای خودم. یا آهنگ برای خودم میسازم به اسم خودم داینتانیک، یا ریمیکس میدم. کلا آدم پر انرژی ام، یعنی مادرزاد با انرژی به دنیا اومدم، اما خب بعضی وقتا آدم انرژیش تحلیل میره، خسته میشه و نیاز داره نوشیدنی انرژیزا مصرف بکنه. فکر کنم همه همینطوریه. یه دونه بند TRX گذاشتم اینجا، یه میله بار فیکس،
بعضی وقتا هم که یه یوگا مت میندازم اینجا دیگه، تمرینم و همینجا یه ساعت جنگی انجام میدم. الان که نمیشه اینجا لباس نپوشیدم، حداقل میگفتید لباس می آوردم. دی جی متاسفانه توی ایران به عنوان شغل رسمی شناخته نمیشه، ولی خب خارج از کشور خیلی از دی جی ها هستن، حتی از خواننده ها هم درآمدشون بیشتره.